امارات اسلامی کمپ موقت مهاجران برگشته از پاکستان را سال گذشته در وضعیت اضطراری ایجاد کرد. حالا مقام های محلی در این ولایت از تکمیل کار دو شبکه آبرسانی در این کمپ خبر می دهد. عمری کم که دو بور دیر زیاد ضرورت و نوحاق داشتن دو شبکه داغی افتتاو شو و پرانستل شو عملا و بای طول و کرون تاور سوالی نو دای اولی الله سره ورونه دا دخل کو سنځه تقریبا چنه تکیم کې راضی او پاتې کیږي هغه ور سره حل شو. کار ساخت این شبکه ها 9.3 میلیون افغانی هزینه برداشته و یونیسف بخش زیادی از هزینه آن را پرداخته و این دو شبکه ظرفیت ذخیره 1000 لیتر آب را دارند. یونیسف په مالی لګښت او د انکشاف د حد چتر لاندې جوړیږي 55000 لیتر دوه ډیګی دي او تقریبا په دې کې شپږاتیا شردانونه لګیدلې دي او په یو شبکه کې اتل سولری لګیدلې دي او په بل کې یو سولری لګیدلې دي او 9.3 میلیونه افغانۍ لګښت قربانی راغلی ده. نو ان شاء الله د دې پروژې په جوړیدو سره به دغه مهاجرونو د بوستون د حل شي. مهاجران برگشته در این کمپ که قبلا به دلیل نبود آب آشامیدنی صحی با مشکلات مواجه بودند، اکنون خرسندند که آب آشامیدنیشان تامین شده است. بالکل بو درک دی ځای کې نو او ماشاءالله وس ډیر پراخی سره راغلی یو قسم تکلیف دو بو نشته. همه روزه تعداد از خانواده ها از پاکستان به گونه اجباری اخراج و در این کمپ موقت جابجا شده و سپس به ولایت هایشان انتقال می‌یابند.